تأکید با رنگ‌های درخشان سبز، این دفتر کار وانیلی رنگ را به مکانی مناسب برای انواع کارهای عملی تبدیل کرده است. رنگ‌ها آب خنک و میوه تازه را به خاطر می‌آورند و کار پرشتاب دیگر خسته کننده به نظر نمی‌رسد. در صورت امکان افسودن گل‌های تازه در طیف‌های روشن همیشه سرزندگی را به کارهای خسته کننده اضافه می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد در حالی که قرمز هوشیاری و فعالیت را بهبود می‌بخشد، سبز رنگی است که شما را به ادامه کار تشویق می‌کند. در این دفتر کار خانگی ترکیبی ابتکاری از سبز لیمویی درخشان با سبز مایل به آبی در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا فضای کاری آرامش بخش و الهام بخشی ایجاد کنند که هم خلاقیت را بهبود می بخشد و هم بر انرژی می افزاید. قرمز مکمل سبز است، بنابراین ترکیب صورتی تند و سبز لیمویی در این اتاق با طراحی عجیب هر دو رنگ را متضاد با یکدیگر نشان می دهد. افزودن یک حاشیه سفید ساده در هر چیزی که در این اتاق موجود است از جلوه بچگانه اتاق می‌کاهد و با این وجود نسبت به بازیگوشی رنگ‌های روشن بی‌تفاوت است. برای اتاق‌های غذاخوری به رنگ سبز لیمویی مراقب باشید که نورپردازی و ترکیب‌های رنگی که در آنها سبز به سمت طیف‌های کم رنگ تمایل دارد در تضاد باشد. در اینجا زرد کمرنگ روی دیوار با نقطه گذاری لاجوردی ترکیب شده تا سبز را از تصنع به دور نگاه دارد. فراوانی نورپردازی نامحسوس و غیر مستقیم، امکان آزادی عمل، ترکیب ها و تأثیرات نورپردازی بیشتر را فراهم می آورد. سبز برگی رنگی طبیعی است. به تدریج که زرد سبزها به سبزهای خالص و سپس به پرده‌های تیره‌تر نزدیک می‌شوند، گیاهان طبیعی را بیشتر و بیشتر به یاد می‌آورند. برخی از این رنگ‌های برگی راهی عالی برای افزودن تازگی به مکان‌هایی هستند که رنگ‌های جسورانه شاید در آنها بی‌تناسب به نظر برسند. اگر شما در خانه‌تان با کسی دیگر که رنگ‌های پرحرارت و دکوراسیون شلوغ را دوست ندارد شریک هستید، سبزهای درخشان و شاد حد واسط انتخابی آسان هستند و اساسیتی را نیز معمولاً بر نمی انگیزند. سبز طبعاً رنگ محبوبی است و سلامت گیاهان و سایه درختان تناور را تداعی می کند. تعداد کمی از افراد هستند که علاقه‌ای به سبز برگی نداشته باشند. سبز از هر نوعی که باشد ترکیبی از زرد گرم و آبی خنک است. در نتیجه به هر حال در هر جایی که آن را به کار بگیرید تأثیر متعادل کننده بر جای خواهد گذاشت. هم نوازی شگفت‌انگیزی در این فضا شنیده می شود. سبز روشن مایل به زرد با سایه‌ای خیلی سیر از سبز کنگری مشغول هم نوازی هستند. تأثیر آن هماهنگ و ترکیب به اندازه کافی بی همتاست تا با محیط غذاخوری فرعی با میز صنعتی که با ارکیده تزئین شده جفت و جور شود. عمل متعادل کننده سبز. سبز خالص ترکیبی کاملا متعادل از آبی و زرد مستقیما در وسط طیف قرار می گیرد. بنابراین سبز تأثیری متعادل کننده بر روی بدن ما دارد، زیرا نه گرم است و نه سرد. این رنگ مثل قرمز خود را تا جلوی چشمان ما پیش نمی آورد و دما را تغییر نمی دهد و مثل آبی هم نیست که عقب بنشیند و برودت را به ارمغان بیاورد. در عوض سبز دما را و ضربان قلب را مثل زمان استراحت تنظیم می کند. با سبز فضاها اندازه واقعیشان را نشان می دهند. سبز رنگی عالی است برای استفاده در اتاقی که به جز کمبود رنگ مشکل دیگری در آن احساس نمی شود. دیوارها را با طیفی یکسان و
و یک نواخت از سبز رنگ کنید و فضا را همانطور که هست در معرض دید قرار دهید. نوع ابتکاری روکش دیوار. یک دیوار را به دو بخش با دو سایه مختلف تقسیم می کنند. در اینجا تضاد صورتی کمرنگ با یک سبز خالص باعث ایجاد خطای دید درباره ارتفاع سقف می شود، بیان که رنگ سیر را از میان بردارد. این نمونه کاملا نشان می دهد که چطور سبز به خوبی با چوبهای تیره هماهنگ شده است. راه اول، برای تجدید نظر در زیباسازی اتاق پذیرایی کمرنگ کردن آن است. سبزهای درخشان تیره اغلب اوقات به صورت انواع پارچه و زیورآلات تزئینی و لوسترهای چند شاخه استفاده می شود. برای ظاهری مدرن و شیک و ساده، سبز را با استفاده گسترده از آن دوباره خلق کنید. یک دیوار را که نقش کانونی دارد با سایه‌ای جسور از سبز رنگ آمیزی کنید، یا اینکه رنگ سبز را روی سقفی هماهنگ با کفگوش‌های چوبی بیازمایید. خوشبختانه سبز خیلی هم فریبنده نیست، بنابراین می توانید از آن به عنوان ضد عمق استفاده کنید. آن را روی قفسه یا شومینه نیز می توانید به کار گیرید. در اتاقهای ناقص و بیقواره پوشاندن کل دیوارها با رنگ سبز می تواند راه حلی عالی برای پوشاندن نواقص باشد. در مکانهای رسمی تر سبزهای تیره تر و سیر همیشه بسیار شیک به نظر می رسند. سبز در هر ترکیبی مقاومت از خود نشان می دهد. تکه های بزرگ ترکیب شده با دیوارهای سبز نباید قدیمی به نظر برسند. از نور سبز براق به جای چوب سنوبر برای افزودن به جذابیت استفاده کنید.